سلام مجدد، با درس هفتم جامعه دهم در خدمت شما. ارزیابی جهانهای اجتماعی. برای اینکه جهانهای اجتماعی رو بهتر یاد بگیریم، ذکر چند تا نکته رو بهتون یادآور میشم. اولین چیزی که هست، ما توی جامعه شناسی در واقع یه چیزی داریم به اسم حقیقت که حالا من اونو الان براتون بنویسم، یه ذره خوب راجبش یاد بگیرید، بعد بریم سراغ توضیحات بعدی. نگاه کنید، بحث حقیقت و واقعیت دو تا بحثیه که توی علوم اجتماعی خیلی اهمیت داره. حقیقت در واقع میگن آنچه باید باشد، ولی راجع به واقعیت میگن آنچه هست، یعنی اون چی که تو جامعه چی میشه رخ میده. خب اگه بخوایم ما طبق اینا فرهنگ برای جوامع تعریف کنیم، دو جور فرهنگ داریم. یه فرهنگ اون اسمش هست فرهنگ آرمانی و یه فرهنگ اون اسمش هست فرهنگ واقعی. فرهنگ آرمانی و واقعی اتفاقی بینشون رخ میده. تو منطق دیگه به اونجایی رسیدید که یاد گرفته باشی. بینشون حالت منوج برقراره. یعنی یه بخشی از زندگی ما رو حقیقت‌ها در بر میگیره و یه بخشی از زندگی ما رو واقعیت‌ها. یعنی یه کاری انجام میدیم که واقعیت داره ولی حقیقت نداره. به عنوان مثال ما نماز میخونیم، واقعیت داره. جزء کارهای خوبه، حقیقت داره. پس نماز هم واقعیت داره هم حقیقت میشه. این نقطه مشترکی که در واقع اینجا قرار گرفته. اما بعضی از واقعیتی که در زندگی انجام میدیم جزء حقیقت نیستن. مثلا بد رانندگی کردن، احترام نذاشتن به دیگران، یا حقیقت داره باید باشه ولی نیست. مثلا که هیچ کس در جامعه دروغ نگه. این نکات مهم درسه که باید با طبق اینا بریم جلو و یاد بگیریم. طبق همین آرمانی بودن یا نبودن دو جور فرهنگ شکل میگیره که این حالت آرمانی میتونه اگر باشه، یعنی اگر هست بهش میگن حق، ولی اگر نباشه بهش میگن باطل. خب طبق این توضیحاتی که الان یاد گرفتیم میخوایم بریم ببینیم که در واقع چیزایی که گفتیم توی جزوه و کتابتون به چه صورتی مطرح شده. یادتون باشه معمولا در جامعه مثل جامعه اسلامی عموم رفتارها بر پایه آرمانیه. رفتار یعنی چیزی که انجام میدیم. خب وقتی میگیم رفتار یعنی واقعیه یا آرمانیه. رفتار میشه واقعی، یعنی داریم بهش عمل میکنیم. حالا این چیزی که عمل میکنیم میتونه ریشه در خیر و نیکی داشته باشه یا به عبارت دیگه حق باشه یا اینکه حق نباشه. مردمی که در یک جهان اجتماعی زندگی میکنن اهداف و ارزش‌های مشترکی دارند. چیاست؟ چند تا مثال زده کتاب، گفته چند مورد از اهداف و ارزش‌های مشترک یک جامعه رو نام ببرید. چیا میتونی باشه؟ میگی یک، رفع نیازهای اولیه. دو، زندگی کردن با یکدیگر. سه، آزادی. این عددا رو میذارم که بدونی تعداد و عدالت. چهار، پنج، دفاع از مظلومان. پس اگه از اهداف و ارزش‌های مشترک بخوایم مثال بزنیم، شما حداقل 5 تا مثال ازش بلدی. ارزش ها راهنما هستن. مثل کتاب راهنمایی که یه جایی میخوای بری استفاده بکنی، این ارزش ها اگر نباشن و شما کتاب راهنما رو نداشته باشی نمیدونی باید از کجا به کجا بری. خب وقتی مردم مطابق ارزش عمل کنه خیلی باحال شد. پس ما اگر بیایم ارزش ها رو بهشون عمل کنیم، در واقع به فعل تبدیل بشن، اون وقت یه چیز آرمانی رو تبدیل به یه چیز واقعی کردیم. متوجه شدین؟ کل درس راجع به این نکته صحبت میکنه که حالا جلوتر بیشتر راجع بهش یاد میگیریم. اگه بخوایم یه آدمی رو در نظر بگیریم و بگیم چه هدفهایی رو داره، برای یه آدم میتونیم حداقل 3 هدف در نظر بگیریم. براتون مثال میزنم که بهتر یاد بگیریم. به عنوان مثال شما یه کنکوری هستین، یا یک بچه دبیرستانی هستی، سال دهمی میخوای بری 11 امتحانات رو میخوای بدی. برای زندگیت باید
سه هدف رو مشخص کنی: کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت. اولین چیزی که هست، همیشه اول به بلند مدته باید فکر کرد. به عنوان مثال، من وقتی مثلا 45 سالم شد، 50 سالم شد، میخوام یه موقعیت اجتماعی خوب داشته باشم و در واقع توی جامعه خدمتگزار باشم، خانواده خوبی رو تشکیل داده باشم و لازم مالیم نسبتا وضع مناسب و خوبی رو داشته باشم. این میشه یه هدف بلند مدت برای شما. برای میان مدتش میگی خب باید توی این مدت خوب کار بکنم، باید یه شغل خوب پیدا بکنم، توی محیطای خوب کار بکنم، خیلی تلاش بکنم تا به اون جایگاهه برسم. این میشه میان مدت. کوتاه مدت، باید درسای مدرسه‌مو خوب بخونم، دانشگاه خوب قبول بشم که بتونم تو موقعیت خوب قرار بگیرم، که بتونم در سنین بالاتر تو جایگاه بهتر قرار بگیرم. پس اهداف انسان در زندگی رو ما به سه دسته تقسیم میکنیم. مثال کتاب شما گفته در نظر بگیر تکالیف درسی امروز رو که بعدا قبول شی بری کلاس بالاتر، بعد یه فرد مفید در جامعه بشی و سعادت دنیا و آخرت نصیبت بشه. وقتی میخوای یک هدفی رو، یک کنشی رو، یا اصلا یک آرمانی رو بهش تحقق بدی، باید کنشهاتو در جهت اون قرار بدی. پس یه هدف مشخص میکنی، یک کنشهاتو در جهت اون قرار میدی و در نهایت اون چی میشه؟ تحقق پیدا میکنه. پس اینو باید حواستون باشه بهش. آرمان اجتماعی کلید واژه درس هفتمه، خیلی مهمه. توی چند تا مورد من آوردم که توضیحاتش رو بهتر یاد بگیریم. مجموعه اهداف و ارزش. نها کنید همش داریم از کلمه ارزش. وقتی میگیم ارزش، شما باید یاد درس قبلی بیفتید که چی بود؟ گفتیم لایه عمیق و بنیادین داریم بچه ها، که اعضای یک جهان اجتماعی خواهان رسیدن به اون هستن. تصور اعضای جهان اجتماعی از وضعیت مطلوب در چی؟ در فرهنگ، سیاست، اقتصاد، خانواده، که میشن اجزای یک نظام اجتماعی کل یا جامعه که بهش خورده نظام میگن. در ارزش ها متبلور میشن، یعنی باید یه ارزشی باشه، بعد برای اون شروع کنیم آرمان اجتماعی رو بسازیم. در واقع میتونیم دقیق ترش چی جوری باشه؟ دقیق ترش اینه که برای اینکه آرمان ها در اجتماع محقق بشن، باید براش ارزش و عقایدی رو تعریف بکنیم. قلمرو جهان‌های اجتماعی، الان دیگه اینو قشنگ شما یاد گرفتید. قلمرو آرمانی داریم که توضیح دادم، قلمرو واقعی داریم. قلمرو آرمانی آنچه که باید باشد، نه کنید لازمه، باید باشه، اما در عمل برخی از اونها نادیده گرفته میشوند. دقت کنید، یعنی ما به تمام آرمانی ها انجام نمیدیم، به تمشون وابسته نیستیم، پایبند نیستیم. واقعی مردم به اون عمل میکنند. حالا میتونه این عمل کردنه خوب باشه، میتونه بد باشه. یعنی در روزگار، در شبانه روز ما کارهایی رو انجام میدیم که خودمون نمیدیم تا چقدر اون کار خوب یا بده. قلمرو واقعی و آرمانی جهان اجتماعی به سمت همدیگن. وقتی میگی به سمت همدیگه، به شکل دقت کن، شما اینو دیگه یاد گرفتی. ببینید، ما میایم چهار حالت رو تصور میکنیم. اینو خوب دقت کنید. یه چیزی واقعی هست اما آرمانی نیست. مثل چی؟ مثل دروغ گفتن. انجام میدیم ولی نباید انجام بدیم. یه چیزی واقعی هست، آرمانی هم هست. مثل چی؟ مثل احترام به بزرگترها. برای تمام اینها باید مثال بلد باشی. حالا یه چیزی برعکس، واقعی نیست اما آرمانی هم نیستش. برای این مثال پیدا کردن یک ذره سخته و باید خوب دقت بکنین، اما حواستون باشه منظورم از وضعیتی که نه واقعیه نه آرمانی، یعنی نباید باشه و اصلا هم نیست. مثل این میمونه که همه از همدیگه دزدی کنن. در جهان فکر نمی‌کنم تا به حال رخ داده باشه که همه از همدیگه بخوان
دزدی کنن یا همدیگه رو غارت کنن. و در نهایت یه چیزی واقعی نیست، یعنی به واقعیت نپیوسته ولی باید باشه، مثل اینکه تمام اعضای اجتماع نسبت به همدیگه احترام متقابل قائل شن. همیشه چند تا آدم هستن که احترام به دیگران رو چیکار میکنن؟ زیر سوال میبرن. الان دیگه خیلی خوب و درجه یک آرمانی و واقعی رو یاد گرفتیم. برنامه ریزان فرهنگی هر جامعه همواره تلاش میکنن تا از طریق تعلیم و تربیت زمینه تحقق و آرمانها رو و ورودش به قلمرو واقعی در جهان اجتماعی فراهم کنن. پس اینجا نقش کی مهم میشه؟ خرد نظام یا نهاد آموزشی. سخن گفتن یک کنشه. خب چون آگاهانه است، ارادی، هدف داری ازش و معنا داره. برخی افراد عادت دارن که سخنانشون جزء اعمالشون به حساب نیاورن، یعنی به چیزی که میگه خودش عمل نمیکنه، یه جور حرف میزنه یه جور دیگه عمل میکنه، از این رو به پیامدهای اون توجه نمیکنن و به جای اینکه متعهد شون تنها وعده میدهن. این خیلی باحاله. یه سری آدم هستن که شماها ایشالا جزدشون نیستین، این آدم ها خیلی حرف میزنن، من این کارو میکنم، من اینجوری هم، من ورزش میکنم، من درسم خوب میکنم، من خوب در واقع سر کار میرم، به موقع بیدار میشم، به موقع میخوابم، همش داره از چی صحبت میکنه؟ از یه سری حرف های قشنگ استفاده میکنه، ولی وقتی در عمل نگاهش میکنیم اصلا به هیچ کدوم حرفایی که داره میزنه عمل نمیکنه. یعنی از آرمان و ارزش سخن بگه ولی در عمل به اونها پایبند نباشه. قرآن کریم نسبت به این افراد جمله زیبایی رو به کار میبره. ای کسانی که ایمان آورده اید، یا ایها الذین آمنو، چرا سخنی میگویی که به آن عمل نمیکنید؟ نزد خدا بسی ناپسند است سخنی بگویید که به آن بدان عمل نمیکنید. یعنی تو فکرش آرمانیه اما در عملش واقعیه، واقعی که آرمانی نیست. به این چهار تا واژه و قرار گرفتنشون کنار هم خیلی باید دقت کرد. واقعیت‌های هر جهان اجتماعی در پرتو آرمان‌هاش ارزیابی میشه. یعنی چی؟ مثلا میگن اینجا یک کشور مسلمانه. اولین کاری که انجام میدن در یک کشور مسلمان کاری که میکنن چیه؟ میرن ببینن مردمش چقدر نسبت به عقاید اسلامی چقدر پایبندن. وقتی میگن اینجا کشور اسلامیه میشه آرمان. بعد میرن تو واقعیت میبینن مردمش چقدر حجاب دارن، چقدر راستگو هستن، چقدر به حقوق همدیگر احترام میذارن، چقدر عدالت در اون جامعه جاریه. متوجه شدین؟ اینا رو نگاه میکنن. یعنی اون آرمانهایی که در جامعه اصلا یه سری المان دارن، یه سری اصول دارن، بعد میرم ببینم به اون اصول چقدر وفای به عهد صورت گرفت و پایبندی بهش وجود داشته. مردمی که مطابق آرمان‌های اجتماعی خود عمل میکنن فاصله، پس هر چه بیشتر به آرمان نزدیک بشی فاصله قلمرو آرمانی و واقعی کاهش پیدا میکنه. هر چه مطابق آرمان‌ها عمل نکنند، خوب دقت کنید تو امتحانا، فاصله میان قلمرو واقعی و آرمانی جامعه افزایش پیدا میکنه. فرهنگ یه واژه بسیار مهم، اصلا در واقع میتونم بگم کلید واژه درس جامعه شناسی فرهنگه، چون تا زمانی که فرهنگ شکل نگرفته باشه هیچ جامعه قابلیت بررسی در جامعه شناسی رو نداره. عقایدی که مردم درباره انسان و جهان دارند، خب پس عقاید درباره انسان و جهان این میشه چی؟ یک. ارزش هایی که محترم شمرده میشن میشه چند؟ دو. همیشه اینجوری تو کتاباتون عدد بذارید، اینجوری یادگیریتون رو خیلی راحت تر میکنه. قواعدی که بر اساس اون عمل میکنن، پس عمل کرده مردم یک جامعه. سبک زندگی و مهارت ها، سبک زندگی و مهارت هایی که دارند، گاهی درست و گاهی اشتباهه. پس نمیتونیم بگیم که فرهنگ هر جامعه ای حتما فرهنگ درستیه. وقتی میگه گاهی درست گاهی غلط، و
بیانگر دو نوع فرهنگ، فرهنگ حق و فرهنگ باطل. فرهنگ باطل و فرهنگ حق فرقشون چیه؟ فرقشون تو توضیح بعدی براتون کامل میکنم. اما در کل اگه یه جامعه بر پایه آرمانهای الهی باشه و به آرمانهای الهیش عمل بشود، اونجا بهش میگن فرهنگ حق. اما اگر آرمان الهی باشد عمل نشود یا بر پایه آرمان الهی نباشد، اون در اون حالت بهش میگن فرهنگ باطل. خب به لحاظ علمی قابل دفاع نیست. کی؟ باطل. توش چی وجود داره؟ خرافات. کلید واژه ها رو دقت کن. ظلم داره، بی‌عدالتی داره، تجاوز به حقوق دیگران داره، شرک توش وجود داره و دنیا پرستی. مثل اون فرهنگ سکولاریسمی که تو درس قبلی باهاش آشنا شد. حق بخش هایی که از نظر علمی صحیح و مطابق از نظر علمی صحیح مطابق فطرت انسان، مثل اعتقاد به یگانگی خدای متعال، وفای به عهد که بسیار مهمه، تحمل دیگران، بهش میگن همزیستی مسالمت آمیز. شما قرار نیست هر کی تو جامعه وجود داره دوستش داشته باشی، اما به خاطر اینکه شما موجودی با شعور اجتماعی هستی و شعور ارادی داری، وقتی کنار هم دیگه قرار میگیرین باید به هم احترام بذارید، چون این جامعه تشکیل شده از روابط صحیح و سالم، یعنی باید اینجوری باشه که بین افراد وجود داره. این کلمه تحمل دیگران به اون معناست، اما این تحمل حدودی داره. اینطوری نیستش که مثلا هر کی هر چی گفت بگی چشم و سرتو بندازی پایین. دو تا حالت داره، یعنی دو تا کلیت در اون رو در نظر بگیری تحمل دیگران رو متوجه میشی. یک، وارد حریم دیگران نشوید. دو، نذارید دیگران به راحتی و غیر قانونی وارد حریم شما بشن. این میشه تحمل دیگران. مدارا با کسانی که از شناخت حقیقت محروم ماندند. این خیلی مهمه، یعنی حقیقت رو نمیشناسند. اولین کاری که میکنی باید شخص رو درک کنی که چرا موقعیت بدی داره، نه اینکه چون موقعیت بدی داره شروع کنی موقعیتش رو خوب کردن، چون شاید اون شخص اصلا بستر خوب زندگی کردن رو نداره. اول دلیل اینکه چرا بد زندگی میکنه رو پیدا میکنیم، بعد طبق اون شروع میکنیم زندگیشون رو، در واقع اشکالات رو برطرف میکنی و این شخص میتونی خود تو باشی، میتونم خود من باشم، بشینم زندگیمو بررسی کنم، اشکالات رو ببینم، دلیل اشکالات رو پیدا کنم و وقتی که دلیل منطقی براشون پیدا کردم، دونه دونه اونها رو میشه حل و بررسی کرد. حمایت از مستضعفان و مظلومان، دفاع از عدالت و حقوق انسان ها. حق و باطل بودن هر لایه از جهان اجتماعی. کلمه لایه رو ما از کجا آوردیم؟ گفتیم ما یه چیزی داریم تحت عنوان دولایه. یادین توپای دولایه قدیمی نمیفتیدا. یکی گفتیم لایه سطحی داریم، اگه یادتون باشه. و یه دنم گفتم لایه چی داریم؟ عمیق داریم. لایه سطحی هنجار و نماد بود. لایه عمیق عقاید و ارزش. اگه میخواین ترتیب بدین، اول آرمانه، بعد عقایده، بعد ارزشه، بعد هنجاره، بعد نماده. پنج تا کلمه است به ترتیب روی همدیگه شکل میگیرن. علوم تجربی توان داوری در باره تکنیک ها و روش های اجرایی رو دارن، مثل درست یا نادرست بودن شیوه مداوای بیماران با روش های تجربی. خب اما توان داوری درباره زندگی اجتماعی ندارند. چرا ندارند؟ توان داوری زندگی اجتماعی رو ندارند. چرا نداره؟ علوم تجربی روشش مبتنی بر حس، تجربه حسی رو استفاده میکنه. اما همونطوری که چند دقیقه پیش گفتم، در زندگی اجتماعی اولین کاری که انجام میدید باید علت عقلانی و منطقی برای پدیده ها پیدا کنید. وقتی این علت عقلانی و منطقی پیدا شد، اون وقت میتونید بگید اون کار خوبه یا
بده، یعنی داوری ارزشی بر پایه عقل صورت میگیره. پس علوم تجربی این توان رو ندارن که زندگی اجتماعی رو داوری کنن. اینجا اشاره داره به در واقع پوزیتیویسم که اولین دیدگاه و روش جامعه شناسیه که در جامعه 11 و به خصوص 12 راجبش خیلی خوب صحبت خواهیم کرد. در سرتاسر تاریخ حق و باطل از آرمان بوده، یعنی بعضی آرمان بشریشون بر پایه باطله، نه اینکه هر کی جامعهش آرمان داره حقه. به این دقت کنید، آرمان یک جامعه میتونه کلن باطل باشه. اغلب جوامع، این جمله بندی رو دقت کن، نگفته همه، اغلب جهانهای اجتماعی، اغلب جوامع رعایت حق مقابله با باطل رو در واقع جزء وظایف اصلی خودشون میدونن. در جهان اسلام عمل به حق و پرهیز از باطل مهمترین عمل به حق پرهیز از باطل مهمترین آرمان و ارزش جهان اسلامه. تا اونجایی که میتونی به چیزهایی که خداوند به تو دستور داده و در قبالش چیزهایی رو به تو وعده داده عمل کن، و اون چیزهایی که تو رو امر به معروف نهی از منکر. واقعیت و آرمان‌های اجتماعی رو بر اساس این دو ارزش، به دو نوع حق و باطل، بر اساس این دو نوع ارزش چقدر به حق عمل میکنن، چقدر از باطل پرهیز میکنن. حق و باطل بودن ارزش و عقیده کلان درباره انسان و جهان رو با روش‌ها و علوم تجربی نمیتوان شناخت. عرض کردم روش حسی یا تجربی به درک درستی از اتفاقات و وقایع در جامعه نمیپردازه. خب توی کتاب درسیتون رو اگه نگاه بکنید متوجه میشید در صفحه دوم در واقع درس هفتمتون اومده این توی توضیح داده، اومده گفته آرمان اجتماعی مجموعه ای از ارزش هاست که در کنار همدیگه قرار میگیرند و یک آرمان رو نهادینه میکنند. وقتی این آرمان نهادینه، این همه توضیح دادم ها، فقط شکلش صورتی خوشگل بود گفتم نشونتون بدم، این شکل نکته دار مهمی نیستش، این شکل رو کامل براتون توضیح دادم. یه چیزی هم میتونه واقعی باشه هم آرمانی باشه، یا دو حالت سه حالت دیگه هم براش گفتم. نا کنید آرمان در قلمرو واقعی، در بیرون از قلمرو واقعی، ناپسند بودن اسراف و تبذیر، در قلمرو واقعی استکبار ستیزی، در بیرون از قلمرو واقعی ساده زیستی. این یه نمونه بیاوریده بخون به عنوان نمونه سوال امتحانی، همینا رو شاید به شما بدن که من تو توضیحات هم بهش اشاره کردم. خب راجب آرمان حق و باطل داشتم حرف میزدم، بقیه توضیحات رو سعی میکنم توی همون جزوه و PDF ها بهتون ارائه بدم. پس بریم سراغ جزوه ها و رو جزوه بهتر با هم دیگه کار کنیم. خب پس اینو گفتیم، گفتیم که مثلا روش پوزیتیویستی نمیتونن عقاید و آرمان هایی که انسان و جهان رو خوب جلوه بده و بر پای حق باشه نشون بده، چون حسی هن. وقتی میخوای یه چیز حق و آرمانی رو خوب یاد بگیری، باید کاری که انجام میدی چیه باشه؟ باید از عقل و وحی، یکی عقل خودت، دوم کمک ها و دستورات پیامبران که از جانب خدا دریافت کردن رو داشته باشی تا بتونی آرمانی بودن یک فرهنگ و جامعه رو بررسی کنی. جهانهای اجتماعی علم را به دانش تجربی محدود میکنند و عقل و وحی رو به عنوان دو روش علمی معتبر نمیدونند. معذرت میخوام، وقتی میگه جهانهای اجتماعی، اینجا منظورش بیشتر فرهنگ غربه. عقاید و آرمان ها سخن نمیتونن بگن. از نظر این جوامع، عقاید و ارزش های اجتماعی پیدایی هستن صرفا در قلمرو آرمانی یا واقعی جوامع پدید میآیند و ما فقط میتونیم بودن یا نبودن، یعنی قدرت داوری ارزشی نداره، قدرت داوری ارزشی نداره، و پیامدهای اجتماعی و تاریخی اونها رو بشناسیم. خب چجوری شکل گرفته، کی اولین حرفو زده، بعد اومده تو جامعه هم اینجوری به مرور زمان شکل گرفت.
چرا جامعه اینطوری شده، چیکار کنیم جامعه به سمت خوب بره. اینا کارهایی هستند که پوزیتیویسم اثباتگرایی و روش‌های حسی تجربی نمیتونن انجام بدن، نمیتونن علت عقلی پدیده‌ها رو بررسی کنن، نمیتونن نتیجه بخش بودن یا نبودن یک اتفاق و رفتار توی جامعه بگن. چرا؟ چون برای کسی که روش حسی استفاده میکنه همجوری نشسته، خب الان هوا سرده، الان هوا گرمه، خب چرا هوا سرد شده؟ چرا الان هوا ابریه؟ متوجه شدین؟ دلیل پدیده ها رو نمیتونن متوجه بشن، فقط نحوه پشگیری و فرایند. و اصلا دیدگاه های علوم تجربی مبتنی بر اینه که انسان هم جزوی از طبیعته، یعنی انسان تو طبیعت بوده، فقط نسبت به طبیعت نظم بیشتری داره و پیچیدگی بیشتری، پس انسان مثل یه ماشین میمونه. این دیدگاه اینو میگه. علوم اجتماعی اگر علم رو به معنای تجربی اون محدود نکنه، علوم اجتماعی اگر محدود نکند، دقت کن، اگر بگه بکند ادامه جمله میشه نمیتواند، میتواند درباره حق یا باطل بودن واقعیت و آرمان‌های اجتماعی داوری کنه. پس نباید، اگر میخوای به شناخت حقیقی برسی، به شناخت یقینی برسی، باید از روش‌های حسی، عقلی و وحیانی استفاده کنی. هر بسیار یادتون باشه روش‌های شناختی 4 تا هستن: ادراک حسی، ادراک عقلی، ادراک شهودی و ادراک وحیانی، که شهودی برای عرفاست، وحیانی هم مخصوص پیامبرانه. پدیده در یک جهان اجتماعی در قلمرو آرمانی قرار میگیره، در جهان اجتماعی دیگر در قلمرو واقعی قرار داره. خیلی جالب شد داستان. مثلا در یک جامعه ای احترام به مثلا افراد که در رأس امور هستند الزامیه. شما به هیچ وجه حق نداری راجع به اون فرد یا شخص یا اون جامعه و گروهی که در رأس امور قرار دارن نظر بدی. خب اما در یه جامعه دیگه میگه حتی اگر دیدی بالاترین مقام این اجتماع هم اشتباه کرد، تو پرونده درست کن، برو دادگاه و حق تو ازش بگیر. دقیقا داره همینو صحبت میکنه، میگه توی جامعه ای یه چیزی هست، تو آرماناشون هست، دوست دارن بهش عمل کنن ولی نمیکنن. اما در جهان اجتماعی و توی یه جامعه دیگه همون آرمانی که برای یه جامعه دیگه آرزوه، اینا دارن بهش عمل میکنن. برای یک کشور آشوب زده پدیده در قلمرو آرمانیه، برای یک جامعه به سامان در قلمرو واقعی. امنیت رو داره صحبت میکنه. ناکو الان کلمه امنیت رو در نظر بگیر. مثلا توی یک کشور جنگ باشه، میگن خدایا کاش که امنیت داشتیم. تو آرمانشون هست اما در واقعیتشون نیست. اما تو کشوری که جنگ نداره میگن دوست داریم امنیت داشته باشیم و داریم. متوجه شدین؟ این میتونه تفاوت ایجاد کنه بین جوامع. در یک جهان اجتماعی پدیده‌ای در زمانی آرمان محسوب میشه و در زمان دیگر لباس واقعیت میپوشه. یعنی یه چیزی تو همون جامعه، درون یک جامعه داریم صحبت میکنه، مردم دوست دارن که این ویژگی باشه، قانونمند باشن، این قانون رو رعایت بکنن. بعد میبینی چند سال بعدش همون قانون واقعا همه دارن بهش عمل میکنن، مثل بستن کمربند ایمنی که در جامعه خودمون تا 5-6 سال پیش خیلی مردم کمتر رعایت میکردن و الان خیلی افراد کمی هستن که رعایت نمیکنن و در رانندگی حتما کمربند ایمنی رو اکثر افراد میبندن. در ایران پیش از انقلاب اسلامی استقلال سیاسی یک آرمان بود، اما در انقلاب اسلامی تبدیل به چی شد؟ تبدیل به یک واقعیت شد. مثالی که کتابتون آورده، حق و باطل بودن تابع جهانهای اجتماعیه، باید بررسی کنیم. حدود قلمرو واقعی آرمانی هر جهان اجتماعی دستخوش تغییر، یعنی یه چیزی امروز آرمانیه فردا واقعیه، یه چیزی امروز آرمانیه و واقعی هم هست و برعکسش، یه چیزی امروز واقعیه ولی آرمانی نیست، یعنی باید از بین بره، بده، باطله و کار اشتباهیه.
حق و باطل بودن عقاید و ارزش ها و هنجار ها و کنش ها بر اساسه. خب چی باعث میشه که حق و باطل رو تشخیص بده؟ گفته یکی آگاهی و جهله، یکی توجه و بیتوجهی مردم، یکی این که میدونن یا نمیدونن، دومی که حالا اون مردمی که میدونن یا نمیدونن بهش عمل میکنن یا عمل نمیکنن. این دو عامل باعث میشه حق و باطل بودن ارزش ها تعیین بشه که چه حد تا چه حد به حق وابسته هستن و تا چه حدی به باطل یا همون عمل زشت و ناپسند که نباید باشه. آیا حق و باطل بودن تابع جهانهای اجتماعی؟ ادامه توضیحاتش. نژاد پرستی و برتر دونستن یک قوم نسبت به دیگران، اینا چی هن؟ اینا رو دونه دونه مثال ها الان میخوام براتون توضیح بدم. استکبار، غلبه بر یک جوامع دیگر، پول و شرک، اینا همشون چی هن؟ باطل هن. وقتی میگه نژاد پرستی، یاد واژه آپارتاید بیفتید. آپارتاید یعنی تبعیض نژادی. در تبعیض نژادی کاری که انجام میشه، حالا من اسمشم می‌نویسم که خوب یاد بگیرید، یا برتر دانستن یک قوم نسبت به قوم دیگر، به این میگن ناسیونالیسم، ملی‌گرایی، که در ایران هم یه زمان جریان‌هایی رو ایجاد کرد، الان هم خیلی کمرنگ بین برخی از اقوام این داستان وجود داره. استکبار، زورگویی، خود را بزرگ پنداشتن، غلبه بر دیگر جوامع، که قراره توی 11 خیلی خوب یاد بگیرین واژه استعمار. پول پرستی و شرک، یعنی مبتنی بر امور دنیوی، سکولاریسمه. همه اینا چی هن؟ همه اینا ارزش های باطل هن. حالا این به هر شکلی، یادتون باشه بعضی از چیزا هستن در یه جامعه باطل هن، در جامعه دیگر حق محسوب میشن. تا اینجا درست شد؟ اینا چه بهش عمل بکنی چه عمل نکنی، تحت هر شرایطی باطل محسوب میشن. آزادی انسان ها از همه بند، یعنی موانع راه سعادت انسان رو برداری، عدالت ایجاد کنی، شرایط مناسب برای رشد و تعالی همه باشه، به توحید و ربوبیت خداوند اعتقاد داشته باشی. اینا همشون ارزش های حقند. هر جا بهشون در واقع عمل بشود یا عمل نشود. منظور چیه؟ یعنی این چه تو جامعه دیده بشه چه دیده نشه کار خوبیه، ذاتن آرمانیه، ذاتن حقه، این ذاتن باطله، چه میخواد باشه چه میخواد نباشه. جوامع مختلف با ایمان به عقاید و ارزش‌های حقیقی آن را وارد قلمرو آرمانی خود میکنند. اگر هنجارها اعمال خودشون رو هم بر اساس اون انجام بدن، در واقع عقاید و ارزش ها وارد قلمرو واقعی میشن. ما یه واژه‌ای داریم تحت عنوان مدینه فاضله که یه چیزایی راجع به شنیدی داره، یه جایی هن که همه آدماش خوبن، دنبال سعادت هن. هم عقایدش بر اساس حقه، هم هنجارهاش بر اساس حقه. این جامعه جامعه‌ایه که مردمش به سمت سعادت در حرکتن، اما متاسفانه چون همچین جامعه‌ای تا به حال شکل نگرفته بهش میگن اوتوپیا، ناکجا آباد. هنوز تا حالا جایی که همه آدماش بخوام به سمت حق برن شکل نگرفته. برخی جهان‌های اجتماعی حق و باطل بودن پدیده‌ها رو به خواست و عمل افراد در موقعیت، زمان و مکان مختلف وابسته میدونن. یعنی حق و باطل تغییر پذیره، اما ما در اسلاید قبلی گفتیم برخی اصول هستن که شما چه بخواید چه نخواید باطلن، چه بخواید چه نخواید حقن. حقیقتی ورای، یعنی فوق، بالای خواست و اراده افراد نیست، یعنی دستورات خداوند نیست. هرچی که انسان‌ها در جامعه وضع کردن و عمل کردن همونیه که هست.
اینجور دیدگاه ها رو بهش میگن اومانیسم. بچه اومانیسم یعنی انسانگرایی. در انسانگرایی یا اومانیسم مبدأ همه چی خواست و اراده بشره، یعنی بشر میخواد جهان رو این شکلی کنه، بشر میخواد از طبیعت به نفع خودش استفاده کنه، بشر میخواد با جنگ ستیزی به قلمروی خودش افزایش بده و و و. تمام این اتفاق وقتی رخ میده در واقع اینه که چیزی ورای خاص افراد بشر وجود نداره. دستور خداوند یعنی چی؟ فرشتگان کی هستن؟ هستن همین جهانی که هست هست و و سلام. اگر جوامع حقایق را نشناسند، بهش ایمان نیارند، مطابقش عمل نکنند یا ایمانشون رو از دست بدن، در واقع دارن از حق به سمت باطل حرکت میکنن. پس به این مسئله خیلی دقت داشته باشید. آیا حق و باطل بودن تابع جهان اجتماعی؟ دوباره در ادامه توضیحات میخوام بهتون بگم. نگاه کنید، حقایق هر چند خود ثابت هستند. حقیقت چه بخوای چه نخوای، چه اجرا بشه چه اجرا نشه، امریست ثابت. متوجه شدین؟ علی از جهت قرار گرفتن در قلمرو آرمانی و واقعی تغییر پذیرند. یعنی یه حقیقتی بهش عمل نشده صرفا میشه آرمانی، یه حقیقتی بهش عمل شده داره تو جامعه انجام میشه، اون وقت هم آرمانیه هم واقعیه. امکان انحراف از حق و پذیرش باطل همیشه وجود داره. تقسیم بندی که فارابی بسیار زیبا در اقسام مختلف در حالت مدینه جاهله، مدینه مبتذله، مدینه تقلب، مدینه فاسقه، مدینه زاله، به اقسام این ویژگی های جوامعی که انحراف توشون رخ داده پرداخته. همان گونه که امکان خروج از باطل و قبول حق وجود دارد، جامعه اجتماعی بر مدار حق یا باطل بچرخند. یعنی چی؟ یعنی توی جامعه میتونه اساس حق باشه، ارزش ها حق باشه، اما هنجارها بر اساس حق نباشه. به اون مدینه یا به اون شهر، به اون جامعه، به اون نظام اجتماعی، به اون جهان اجتماعی میگن مدینه فاسقه. ارزش های حق هست اما در عمل مردم رعایت نمی کنن. حق و باطل بودن بر مدار بینش و گرایش‌ها دچار تغییر نمی شود. یعنی حق و باطل یه چیزی که حقه حقه، حالا چه هست چه نیست، یه چیزی که باطله باطله، میخواد انجام بشه میخواد انجام نشه. با ظهور اسلام تمامی آرزوها اللحاظ عقلی قابل دفاع نبود. اونایی که دنیا پرستی داشتند وقتی اسلام شکل گرفت با چالش مواجه شدن. وقتی که این چالش رخ داد، در واقع جاهلیت رو داریم میگیم، ما قبل از اسلام رو میگیم، مثلا افرادی که غیر عرب بودن، مثلا اعراب ایرانی ها رو، البته بعد از اسلام هم این اتفاق رخ داده، ایرانی ها رو بهشون میگفتن موالی. موالی یعنی غلامان، چون میگفتن اونا عجمن. عجم یعنی غیر عرب، یعنی گنگ، یعنی حرف زدن بلد نیست. که در واقع این اتفاق در دوران قبل از جاهلیت شرایط خیلی بدتری داشت، غیر خودشون رو در واقع به بردهداری میبردن، تنها به اسم برده میشناختنشون. کارشون این بود که رفاه و منافع اشراف و پولداران در واقع شبه جزیره عربستان که رأس این اتفاقات بوده رو برطرف کنند. پیامبر صلی الله مأمور شدند نجات پرستی رو ترد کردند. در فرصت ها و موقعیت مختلف گفتن آقا این که تو کی هستی و مال کدوم قبیله هستی و چقدر پول داری نداری اصلا اهمیتی نداره. فرمودن نسبت های خود را نزد من نیاورید، بلکه عمل های خود را بیاورید. من کاری ندارم تو مال کدوم قومی، چقدر پول داری، تو کدوم قبیله، چند نفر آدم ازت دستور میگیرن. برای من مهم اینه که ببینم تو چقدر آدم هستی و چقدر در عمل انسان خوبی هستی. میگن بین انسان ها از هیچ راهی نمیتوان تفاوت قائل شد به جز میزان تقواشون. هرچه تقوا بیشتر باشه
اون شخص نزد خداوند عزیزتر و دارای مقام بالاتره. بریم سراغ این تستا ببینیم چی گفته. معنای حقایق هرچند خود ثابتن، ولی از جهت قرار گرفتن در قلمرو آلمان و واقعی تغییر پذیرن. خب این یعنی چی؟ چهار تا هم طبق معمول تست گزینه داره. امکان خروج از باطل و قبول حق در جهان‌های اجتماعی وجود ندارد. این غلطه. دارد. برای جهان‌های اجتماعی امکان انحراف از حق و پذیرش باطل وجود دارد. تا اینجا این درسته. جوامع مختلف با ایمان به عقاید و ارزش‌های حقیقی آنها را به قلمرو واقعی وارد می‌کنند. نه، همه جوامع این کار رو نمی‌کنند. پس اینم چیه؟ غلطه. حق و باطل بودن عقاید و ارزش بر اساس آگاهی یا جهل مردم جهان اجتماعی مختلف نسبت به آنها تعیین نمی‌شود. اگه میگفت نمی‌شود درسته. کدوم گزینه باقی موند؟ بله، جواب میشه گزینه دو. تو تست بعدی به ترتیب آشنا کردن افراد نسبت به حقوق دیگری و وفای به عهد بنگر چه مفهومی هستند؟ خب میخوایم یکی کاراش و وظایفش رو، این نکته ترکیبیه، یه تست در واقع ترکیبیه، باید خیلی بهش دقت کنیم. اولین کاری که انجام میدی تیکه اول جواب پیدا میکنه. آشنا کردن افراد به حقوق دیگری یا حقوق خود یا وظایف دیگری یا وظایف خود، چهار حالت داره. بهش میگن چی؟ جامعه پذیری. کدوم گزینه ها باقی موندن؟ یک و در واقع دو و سه. پس اینا چی میشن؟ اینا حذف میشن. تا اینجا وفای به عهد بیانگر آرمان حق است. پس جواب صحیح ما گزینه دو میشه. دیگه سوال حفظیه، اینا رو باید راحت یاد بگیری. اگه گفتم بهت کنترل اجتماعی چیه، سریع اینجوری بگو. بگو کنترل یا اقناعه. نکن اومدیم به یکی گفتیم با وظایف در جامعه، با حقوق دیگران در جامعه آشنا بشو. خب اون شخص آشنا نشد یا آشنا شد اما عمل نکرد. بعد از جامعه پذیری از کنترل اجتماعی استفاده میشه. اقناع داره، تشویق داره و تنبیه داره. کنترل اجتماعی هر عبارت به ترتیب به کدام مفهوم اشاره میکنه؟ تصور اعضای جهان اجتماعی از وضعیت مطلوب فرهنگ، سیاست، اقتصاد، خانواده. این تعریفه رو که همه تون بلدید دیگه. این تعریف کیه؟ تعریف آرمان اجتماعیه. گزینه های یک و سه باقی میمونن، دو و چهار حذف میشن. قلمرو و قلمرو آنها به روی یکدیگر گشوده شده است. قلمرو چیا؟ آرمانی و واقعی. کدوم گزینه داره؟ حق و باطل که به هم هیچ وقت باز نمیشن. پس این چی میشه؟ حذف میشه. بدون اینکه بخش سومو بررسی کنیم به جواب رسیدیم. کدام گزینه با عبارت زیر مرتبط نیست؟ استقلال سیاسی در ایران بیش از انقلاب اسلامی یا پیش از انقلاب اسلامی یک آرمان بود که با انقلاب اسلامی به واقعیت پیوست. اینا همه رو تو نکته ها اینقدر کامل بهتون گفتم که خوب یاد گرفتید. در یک جهان اجتماعی پدیده در زمانی آرمان محسوب میشه و در زمان دیگه لباس واقعیت میپوشه. خب این گفته مرتبط نیست، یعنی با این جمله درست نیست، غلطه. خب این غلطه دیگه. بعدی، حق و باطل بودن مانند قلمرو واقعی آرمانی جهان اجتماعی هستند که در مکانها و زمانهای مختلف جابجا و دچار تغییر میشوند. تا اینجا این درسته. امنیت برای یک کشور آشوب زده پدیده در قلمرو آرمانی و برای یک جامعه به سامان در قلمرو واقعی. ربطی به این استقلال سیاسی، جمله درسته ها، ولی ربطی به مثال ما نداره. حدود قلمرو واقعی آرمانی هر جهان دستخوش تغییر می شود و از جامعه به جامعه دیگر متفاوته. اینم باز درسته، ولی ما داریم درون یک جامعه مثال می زنیم، نه از جامعه به جامعه دیگر. پس جوابمون گزینه دو میشه. تست آخر و بعدش می خواهیم چند تا مثال تمرین با هم کار کنیم. کدام گزینه در رابطه با قلمرو واقعی و قلمرو آرمانی جهان اجتماعی نادرست؟ به کلمه نادرست خیلی دقت کنید. ارزش‌هایی که مردم یک جامعه از آن جانبداری می‌کنند، رعایت اون رو لازم می‌مونه، اما در عمل ممکن نادیدش بگیرن. کاملا درستی. گفته غلطه رو پیدا کنم. برنامه ریزان فرهنگی هر جامعه تلاش می‌کنن تا طریق آموزش واقعی به آرمانی، اشتباه گفتی، آرمانی به واقعی. پس این جمله غلطه. پس پاسخ صحیح میشه چند؟ میشه دو. و همین راحتی.
خیلی سخت نگیرید. بریم سراغ چند تا سوال تکمیلی مربوط به فصل اوله. کتاب شما کلا دو فصل داره، یک فصلش 7 درس و فصل بعدی 8 درس. حالا این چند تا مثال با هم دیگه کار میکنیم که توضیحات رو بهتر یاد بگیریم. تو درس اول گفتیم آگاهانه بودن کنش چه معنایی داره. یعنی کاری که انسان انجام میده نسبت بهش آگاهی داره. آگاهی مهمترین ویژگی کنشه. بعد نسبت بعد از آگاهی، پس اگر این اولی باشه دومیش میشه چی؟ گفتم ارادیه. سومیش میشه چی؟ هدفمنده. و چهارمیش هم میشه معنادار بودن کنش. اینا ویژگی های کنش هستن. چرا وقتی راننده پشت چراغ قرمز میستد یک کنش اجتماعی انجام؟ حتما نباید کنش اجتماعی ناظر داشته باشه، نباید حتما یکی وایس نگاه بکنه. بدون نگاه کردن رعایتش بیانگر اینه که شخص داره نسبت به اجتماع خودش عکس العمل خوب نشون میده. حالا میتونه عکس العمل خوب باشه، عکس العمل بد باشه. زیرا وقتی راننده پشت چراغ قرمز میستد مقرراتی را رعایت میکند که مورد قبول دیگران است. مورد قبول دیگران، همین یه تیکه میشه کلید واژه. ویژگی های یک کنش اجتماعی را تبیین کنید. عرض کردم در کنش اجتماعی آگاهی و اراده کنشگر ناظر به دیگران و فعالیت ها و ویژگی ها اعمالشون. خب فقط یادتون باشه اینجا نگفته کنش انسانی. اگه گفتید ویژگی های یک کنش انسانی رو تبیین کنید، اون 1, 2, 3, 4 که نوشتم باید میگفت. اما چون گفته کنش اجتماعی، این یه تیکش خیلی مهمه که گفته ناظر به دیگران، ویژگی ها و اعمال، یعنی بیانگر حضور دیگران در زندگی. یک کنش فردی چگونه به کنش اجتماعی تبدیل میشه؟ یک کنش فردی چگونه به کنش اجتماعی؟ زمانی که بیانگر تأثیر دیگران باشه و دیگرانی توش نقش داشته باشن. با در نظر گرفتن دیگران کنش فردی به کنش اجتماعی تبدیل میشه. کتابخونه نشستی بلند بلند درس میخونی، یه نفر وارد میشه، به احترامش که یه ارزشه سعی میکنی آرومتر بخونی، که این میشه چی؟ میشه یک هنجار. آرام درس خواندن در حضور دیگران یک کنش فردی که تبدیل به کنش اجتماعی شده. آیا این جمله درست است؟ کنش های انسان همیشه بر اساس آگاهی صورت میگیرد. خب بله، اگه اصلا آگاهی نباشه اون کنش، کنش انسانی نیست. میدونی بهش چی میگن؟ اگر آگاهی، همین خط میکشم تا خوب یاد بگیری، نباشد بهش میگن اون کنش طبیعی است، اصلا کنش محسوب نمیشه. مثل پلک زدن، مثل ضربان قلب، مثل نفس کشیدن. پیامدهای ارادی را به اختصار توضیح دهید. خب گفتیم که وقتی یک کنشی رخ میده دو جور پیامد داره، یا پیامد ارادی داره یا پیامد غیر ارادی. پیامدهای ارادی قطعی نیستند، احتمالیه، میتونه رخ بده میتونه رخ نده. اما پیامدهای ارادی به اراده افراد انسانی یعنی خود کنشگر وابسته است، احتمالیه، خودش هم کنش هستن و باید کنشگری اونها رو انجام بده. نقطه مقابل پیامد ارادی پیامد غیر ارادیه، نتیجهش قطعی و حتمیه و به کنشگر وابسته نیست. همین توضیحات چیکار میکنید؟ برعکس میکنید، میشه برای غیر ارادی. سوال بعدی، پیامد را تعریف کنید. وقتی یک کنشی در جامعه رخ میده یه آثار و نتایجی داره. به اون آثار و نتایج چی میگن؟ میگن پیامد، که بر دو گونه ارادی و غیر ارادی. میتونی اینم آخرش اضافه کنی، جوابت خوشگلتر و کاملتر میشه. تفاوت پیامدهای ارادی و غیر ارادی، همین الان گفتم ارادی خودشون کنشن، به کنشگر نیازمندن، اما پیامدهای غیر ارادی نتیجه طبیعی. وقتی از کلمه طبیعی صحبت میکنه یعنی یک غیر ارادیه، دو قطعی و حتمیه. پیامدهای ارادی احتمالی هستند، امکان انجام نشدن هم دارند، اما پیامدهای غیر ارادی قطعی و اجتناب ناپذیر هستند. یک مثال برای معنادار بودن کنش بنویسید. وقتی دانش آموزی در کلاس دست خودشو بالا میبره، این مثال قبلا بهتون گفتم،
یعنی کاری که میخواد انجام بده معناش نزد دیگران مشخص شده. داری رانندگی میکنی، یه نفر دیگه هم با شما میرسه سر چهار، شما با سر اینطوری میکنی. خب یکی که اصلا رانندگی بلد نباشه، تو شهر زندگی نکرده باشه، از زمانهای گذشته اومده باشه، میگه داره چیکار میکنه، داره براش دالی دالی میکنه، داره بازی میکنه، اما شما داری با سر اشاره میکنی شما اول بفهمی، شما زودتر از من برید. یعنی کاری که داره انجام میده یه معنایی درش هست. و سوال آخر این بخش، آیا فعالیت‌های مانند ضربان قلب، گردش خون، بسته شدن ناخودآگاه چشم کنش محسوب می‌شوند؟ خیر. چرا خیر؟ چون برخواسته از اراده. ما شاید بهشون آگاهی داشته باشیم، خوب دقت کن، کنش هم باید آگاهی، هم اراده هم هدف. شاید آگاهی داشته باشی اما روشون اراده‌ای نداری. به صورت درجه یک فصل اول جامعه دهم که شامل 7 درس بود رو یاد گرفتی. انشالله با ادامه درس در خدمتتون خواهم بود. دوباره شما رو میبینم. تا بعد، خدا نگهدار.